سلام خوش اومدید به این دوره English Vocabulary in Use Advanced سطح آخر و پیشرفته از مجموعه چهار جلدی English Vocabulary in Use که سه مجموعه قبلی رو سه کتاب قبلی رو در واقع از این مجموعه تکمیل کردیم و حالا میایم سراغ این کتاب خب این جلسه مقدمه به اضافه درس اول خواهد بود من یک سری توضیحات خیلی مهم بدم در رابطه با این کتاب و نحوه تدریسمون که انتظاراتتون مناسب با سطح دوره باشه اگر به این قسمت نگاه کنین این جلد کتاب روح هست این قسمت پشت من اینو بزرگ کنم نوشته Vocabulary Explanations and Practice for Advanced Level C1 or C2 Learners of English این کتاب برای سطح C1 و C2 نوشته شده یعنی سطح پیشرفته کسی که داره این کتاب رو میخونه already حجم زیادی از لغات انگلیسی رو بلده یه مکالمه یه نرمال روزمره رو میتونه پیش ببره میتونه خیلی از نیازهاش رو در زبان انگلیسی برطرف کنه در نتیجه اگر بیایم بریم سر درس اول نکته که میخوام این رو بگم اینه که ما در این کتاب کتاب رو توضیح نمیدیم خط به خط یا اصلا نه فقط این درس تمامی دوره هایی که توی این سطح قرار می گیرن. یعنی از بیتو که تموم میشه حتی به نظر من بی رو هم باید در این لیست گذاشت اما یه وقتایی خب می بینید کسایی که مثلا کتاب های دوره های میان اون سطحشون هنوز به اون لول نرسید اما کسی که برای سیبان سیتو میخونه خونه دیگه معنی کردن و خط به خط توضیح دادن اینا معنی نداره نه تنها کار مفیدی نیست و کمکی نمیکنه که به نظر من بلکه ضرر هم میرسونه اگر من بخوام خط به خط هر کلمه ای رو توضیح بدم در واقع اون کنجکاوی ذهن و اون نیاز شما به سرک کشیدن به داخل دیکشنری و منابع دیگر ازتون میگه در نتیجه ما در این کتاب مطلقا این کار رو نمی کنیم. من تا جای امکان چیزی رو ترجمه نمیکنم تا جایی که بتونم این کار رو نمیکنم نقش من به عنوان معلم در این دوره، نقش یک هدایتگر و تحصیلگره. یعنی خوندن این کتاب رو برای شما میخوام آسونتر بکنم و مطالبی رو که یک آدم با تجربه تر. یعنی فرض کنید شما دارید تازه این کار رو میکنید، خب من این کار رو چندین سال... چند سال پیش کردم. توی این فاصله تجاربی رو من کسب کردم که حالا روی هر درس متناسب با اون درس سعی میکنم نکات اضافه ای که احتیاج به زمان داره یعنی باید, باید زمان به مطالعتون بخوره رو زودتر بهتون بگم که در واقع شما هم مجبور نشید همش برید اینا رو تجربه کنید در نتیجه من فقط یه سری مطالب اضافی میگم توضیحاتم اونا خواهد بود اصل درس رو شما باید بفهمید و اگر نمیفهمید نباید انتظار داشته باشید که معلمتون بهتون بگه در واقع این انتظار رو معلم باید داشته باشه از شما که برید و در دیکشنری های معتبر چک کنید مدام مثال بخونید و این کار رو تبدیل به یک عادت همیشگی و روزمره بکنید با هر چیزی که برخورد میکنید سریع تو دیکشنری چک بکنید مثال بخونید راهش یاد بگیرید نکته بعدی این که در این سطح شما حتما باید یک سیستمی تا به این سطح منظورم هست یک سیستمی برای مرور کردن و مطالعه مجدد برای خودتون داشته باشید در مورد من که میدونید من معمولا نوتما در نوشن برمیدارم اپلیکیشن نوشن که به اون کاری که ما میکنیم میگن سکند برین یک مفهومی است که یه آقای مدرس امریکایی به اسم تیاگو فورتی که اسمشون هم اینجا می نویسم. تیاگ فوته ایشون ابداع کردن و اگر بسیار روش کارآمدی است من از زمانی که من تقریبا سه ساله که این کار رو میکنم از زمانی که این سکند برین رو برای خودم ساختم این اسمی است که در کامیونیتی پروداکتیویتی معروفه این آقای تیاگو فورته کلاس هم داره آنلاین البته کلاس های خیلی گرونی داره کتاب داره کلی ویدیو داره در مورد مفهوم ذهن دوم مغز دوم توضیح میده و اینکه چجوری ما اینو بسازیم و کسایی که تو این کامیونیتی عوض میشن خب اعلام میکنن اصلا برای من سکند برین من تقریبا حدود سه سال سن و به جرات میتونم بگم از زمانی که من این مفهوم رو درک کردم یاد گرفتم و پرکتیکال استفاده کردم سرعت یادگیریم چندین برابر شده نه فقط انگلیسی در همه چیز و برای مرور هم که من از اپلیکیشن انکی استفاده میکنم فلش کارت های هوشمندی که اگر یاد بگیرید با اپلیکیشنش درست کار کنید معجزه میکنه حالا الان که یادم افتاد من یک دوره کامل انکی دارم دوره بسیار خوبی است از یکی از پروداکتیویتی گروه ها یعنی از یکی از قول های پروداکتیویتی در دنیا یه آقای انگلیسی به اسم علی عبدال درستش کرده که اونو براتون توی کانال تلگرام میذارم حتما اونو دانلود کنید در نوشن هم سعی میکنم یک لیست مبسوط و بلندبالایی از دوره های آموزشیش براتون بذارم این روشی است که من خودم استفاده میکنم و به شما هم توصیه میکنم چون من روش های زیادی امتحان کردم اما اگر دیدید براتون کارگر نیست شما باید در این سطح دیگه روشی سیستمی در واقع نه بگم روش یک سیستم که سیستم کارآمد برای مطالعه مرور و بازخانی داشته باشید اگر نداشته باشید کارتون لنگ میمونه حالا این از توضیحات ابتدایی درس اول رو میخونیم Cramming for Success Study and Academic Work Cram در واقع میشه همون چیزی که ما بهش میگیم مطالعه یک شبه یا در خیلی آمیانه بگیم خرخونی یه دفعه شما بخواید کلی اطلاعات و دانش رو در مدت زمان کوتاهی بخونید Study and exams Before an exam some students cram for it cram for it معانیش رو اینجا نوشته من فارسی رو دیگه نمیگم و خیلی هم خوبه توصیه اکید من اینه که در البته تو سطوح قبل هم نظرم هم همینه ولی در این سطح دیگه مطلقاً سراغ دیکشنری انگلیسی به فارسی نرید. صد درصد و تماما توسط انگلیسی های دیکشنری های ببخشید انگلیسی به انگلیسی این کارو Before an exam some students cram for it تلاش کنید که از توی کانتکست معنا... معنا رو بفهمید Even if you're a genius genius an exceptionally clever person نابغه. You'll have to do some revision to do some revision collocation اش یاد بگیرید to do some revision مرور کردن این شکلی if the exam happens every year you can revise by looking at past papers you can revise مشخصه دیگه اینایی که نمیگم یعنی معنیش خیلی واضحه Some things can be memorized memorized نه اون او صدای ای میده شوا هست memorized or learnt یا learnt off by heart learnt off by heart همون در واقع ما میگیم آدم باید خود به خود یاد بگیره انگلیسی میگن باید با قلبت یاد بگیری این کالکیشنی بسیاری از دروسی که توی این سطح هست این ایدیم خیلی ایدیم خوبی هم هست اینجا بسیاری از دروست در این سطح رو شما باید لند بای هات کنید یعنی نباید کسی براتون توضیح بده باید با این کلنجار رفتنه با دقت به کانتکس و اینا یاد بگیرید این بهتون کمک میکنه که زبانتون عمق پیدا کنه در ادامه میگه که but rote learning is not sufficient for most subjects rote learning به مفهوم تکرار میگه ببینید حالا اینجا گفتم این معنی که کمبریج نوشته به نظر من اشتباس اینجا ببینید نوشته learning purely by repetition یعنی فقط با تکرار ببینید نکته ای که هست حالا اگر برید در رابطه با اینا بخونید یاد میگیرید آدم فقط از طریق تکرار یاد میگیره شما هیچ روش دومی مطلقا پیدا نمیکنید که غیر از تکرار باشه امکان نداره که آدم بتونه کاری رو به غیر از تکرار یاد بگیری یعنی روشی غیر از تکرار تمامی متد های آموزشی حالا نکته مهم اینه که الان من اینو میگم سوال پیش میاد که خب پس این همه روش آموزشی چیه ببینید تمامی روش های آموزشی طراحی های خلاقانه ای هستند از اینکه شما این تکرار رو چجوری انجام بدی مثلا میان روش آموز یادگیری با بازی میذارن دلیل چیه برای اینکه بازی اون حالت خسته کننده تکرار رو نداره و شما میتونید در هنگام یک سرگرمی تکرار رو انجام بدید مثلا پنج بار این کار انجام بدید یا مثلا در همین زبان انگلیسی وقتی با فیلم آموزش میدن خب فیلم برتری لزوما نسبت به مثلا کتاب نداره اما فیلم چون یک جذابیتی داره اون جذابیت کمک میکنه که شما بتونید تکرار بیشتری بکنید پس یادتون باشه هیچ کاری مطلقا هیچ کاری نیست که آدمیزاد بتونه با روشی غیر از تکرار یادش بگیرید تمامی متود ها ابزار ها روش هایی که میبینی همه برای این هستند که بتونن این تکرار رو در قالبی ارائه بدن که شما بتونید به دفعات بیشتری انجام بدید با این بدون اینکه خسته بشید یا کمتر خسته بشید داستان اینه روش های سنتی اینجوری بود که میگفتن آدم باید کار کنه دیگه سخت کار کنه. بعد که دانش آموزش و یادگیری پیشرفت کرد روش های خلاقانه ایجاد شد که بتونه این یادگیری رو این تکرار رو ناخداگاه کنه و شما احساس نکنید که یک باری رو دوشتونه باید این کار رو کنید این که من اون بالا اشاره کردم یک سیستمی برای مرور داشته باشید خب مرور کردن شما هر صفحه برگردید این کتاب رو بخونید این اینا رو بخونید خب کار خسته کننده یه واقعا بیشتر از دوبار خیلی بعید میدونم بشه وقتی میگم سیستم یعنی از ابزارهای مختلف استفاده کنید برای اینکه بتونید این تکرار رو برای خودتون خوب کنید من سر فرصت واقعا نمیدونم کی ولی حتما روش هایی که خودم استفاده میکنم یعنی از ابزارهای هوش مصنوعی ای, ای مثل چت جی پی تی، میت جنی و خیلی های دیگه استفاده میکنم برای طراحی تمرین برای خودم اگه بخوام یه کاری بکنم از برنامه های مثل انکی، فوکس تو دو، مثل نوشن و خیلی ابزارهای دیگه مثل زودو که حالا میگم اگه فرصت بشه چون اون دیگه مبحث زبان نیست یه جای دیگه اینا رو توضیح میدم ولی شما هم دست به جنبونید برای خودتون یک سیستم طراحی کنید یادگیری بدون سیستم عذابه ادامه بدم But rote learning is not sufficient for most subjects It is also possible to use mnemonics. Mnemonics. Mnemonics چیه؟ متاسفانه این mnemonics در دنیای فارسی زبان یعنی در حالا به طور مشخص در ایران به سمت مسخره و مزهکه رفته. ببینید mnemonics یعنی اینکه شما برید یک یک چیزی هر چی میتونه باشه انتخاب کنی به عنوان یادیار که یادت بیاد مثلا خب بذارید یه مثال براتون بزنم از یه دنیای دیگه حالا فرض کنید که شما میخواید موسیقی یاد بگیرید حالا اونایی که موسیقی یه مقدار آشنا اینو بهتر میفهمن ولی کلیت حرفم ساده است ما یک چیزی داریم در موسیقی که بهش میگیم چرخه پنجم ها اصلا مهم نیست اگه نمیدونید چیه ولی این ترتیب نوت ها توش مهمه مثلا تو فارسی معمولا میگیم که این جمله رو حفظ کنید سینا میگه لامپ روشنه سلما دوست فاطمه است خب حالا سرنام اینا چیه؟ سی می لا ر سل دو فا این ترتیب نوت ها در این چرخ است حالا کسی که بخواد اینو یاد بگیره میتونه ای بره تکرار کنه ولی اگر این جمله تو ذهنش باشه و این جمله رو هر از گاهی با خودش تکرار کنه یا اگر یادش بره جمله تو ذهنش هست این بهش کمک میکنه خب ما به این میگیم نمانکس یادیار ولی متاسفانه یادیار در آموزش زبان تبدیل به مزحکه شده و اینها ریشه داره یعنی در اواخر دهه هفتاد دهه هشتاد که کنکور دادن تو ایران قولی بود بدون هیچ ذره ای رودرواسی میگم یه عده شارلاتان یه عده آدم فوق بی سواد که هنوزم یه عدهشون هستن که میخواستن از در واقع گرفتاری بچه های مردم نهایت سوء استفاده رو کنن کنکور یه مزخرفی بود هنوزم هست و برای یه عده ای دکون شده بود اینا اومدن روش های مزهکی مزهک که میگم به معنی واقعی و با منابع بی خودی مثلا یکی از منابع کنکور کتاب 504 بود این کتاب از پدر من سنش بیشتره یعنی از اینکه خورده ای 60 سال عمر این کتابه در هیچ جای این کتاب رو نمیخونن هنوز در ایران درس میدن دورش هم میفروشن این آدم ها اومدن برای اینکه بتونن بفروشن این کار رو اومدن این کار رو مسخره کردن مزهک کردن و روش های ابدا کردن که خنددار الان حالا به اسم کودینگ معروف شده اینجا و روش های دیگه ای هم بود یکی پازل می سازه یکی خلاصه مسخره به معنی واقعی دیگه حالا من کلمه بدتری باید بگم ولی حالا نمیشه سر کلاسی نگم اومدن از این مفهوم که یک مفهوم نوبل مفهوم درستی است در آموزش بدترین استفاده ممکن رو کردن و روش هایی ساختن که نه تنها زبان یاد نمیده که بند خدا همون چیزی هم که بلد بود و اشتباه یاد میگیره حالا نمانکس اگر نمیدونید چیه اینا رو بخونید تو گوگل سرچ کنید یه مقاله بخونید قلقش دستتون میاد ما برای یادگیری خیلی ببین دنیای یادگیری خیلی پیشرفت کرده هیچکس به ما یاد نده که چطور یاد بگیریم انگار یک دیفالتی بوده تو ذهن ما و ما باید یاد میگرفتیم و اگر یاد نمی گرفتیم فکر کردیم یا طرف خنگه یا خودمون خنگیم یا چه ما استعداد نداریم در فلان چیز اصلا ربطی نداره روش های مختلف روش های زیادی هست یه مثال از شخص خودم بزن ببخشید این درس خیلی طولانی شد وسطش حرف زیاد زدم نیازه حالا درس هم درس سختی نیست من هیچ وقت ریاضیات نگرفتم هیچ وقت به زور چارمال اصلی بردم ولی از اون ور تو درس هایی که به قول حالا مدارس میگفتن درس های حفظ کردنی حالا من نمیدونم فلسفه کجاش مثلا حفظیه تو اونا بد نبودم یه روزی از یکی از دوستام که رشتهش مکانیک بود و ریاضیش خوب بود از این خواستم که به من ریاضی درس بده یه کتابی آورد اسمش الان یادم نمیاد این کتاب خیلی هم خیلی روش خوبی داشت تو بحث استدلال ها خب من استدلال ها رو به لحاظ فلسفی میدونستم چی میشه استدلال چیه استنتاج چیه چی جوری اینا رو استفاده میکنی و این دوست من چون به این سمتم تا یه عدی تسلط داشت ریاضی رو جوری به من درست داد که با زبان علوم انسانی برای من قابل درک بود و من بعد از سی خورده سال ما فهمیدم که واقعا اگر معلم ما اینو میفهمید یا آموزش پرورش اینو میفهمید نباید یه دونه یه روش کلی برای همه داشته باشه من آدمی نبودم که اونو اونجوری یاد بگیرم یعنی عدد تو ذهن من نمیره خیلی هم مثل من هم. ولی اگر اون مفهوم با کلام به من توضیح می دادن یعنی با معادل این وریش من خیلی بهتر میفهمیدم برعکسش هم شاید برای اون ور باشه ما خیلی یار دیدیم که ادبیات سرشون نمیشه یه دیکته ساده بلد نیستن بنویسن شعر نمیتونن بخونن یاد نمیگیرن روش های مختلفی هست ما پیشفرزمون برای اینه که خب باید یاد بگیری دیگه معلم میگه باید یاد بگیری نه هر کسی روشش فرق میکنه و باید متناسب با اون دانش آموز با اون زبان آموز یا هر چیزی اگر هنره یک چیز دیگه روش های مختلف ما این شانس رو نداشتیم در ایران حالا بهتون میگم بخونید دنیای آموزش خیلی خیلی پیشرفت کرده اگر نخونید در موردش فراوانی اومده و شما میتونید از اینها استفاده کنید برای ساخت اون سیستمی که من بیشتر توضیح دادم بیشتر توضیح دادم خب دیگه خیلی دارم زیاده گویی میکنم درس رو ادامه میدم یه بار از اول تا همین سر نمانیکس دوباره میخونم و بعد ادامه میدم Before an exam, some students cram for it. Even if you're a genius, you'll have to do some revision. If the exam happens every year, you can revise by looking at past papers. Some things can be memorized or learnt of by heart, but rote learning is not sufficient for most subjects. It is also possible to use mnemonics. However, all things considered, in, in, all things considered, the best idea is to bury yourself in your books and to study intensively until you نو، know the subject inside out bury yourself in a book in your book یعنی خودتون رو خفه کنید دیگه خودتون چال کنید تو کتاب intensively intensively یعنی باید دقت بسیار بالا laser اصطلاحا اینجا بنویسم بغل این لیزر چجوری چیز فوکست و to know something inside out این ایدیم رو هم یاد بگیرید to know something جای این میتونید عوض کنید inside out یعنی کامل یه مپسی رو بدونید حالا هر چیزی که هست به قول مرور پشت رو در بیارید همه چیزی که یاد بگیرید میشه inside out خب بخش دوم اکادمیک رایتینگ ببینید در دنیای اکادمیک ما تسکای مختلفی داریم مثلا یکی تز می نویسه, یکی پایان نامه می همه اینا اینا رو داریم ولی اینا رو با معادل فارسیش خیلی مقایسه نکنید چون دقیق نیست یعنی تو دانشگاه انگلیسی اینا مفاهیم دیگری دارن متفاوت است اینو با همین معنی انگلیسی یاد بگیرید academic writing composition could be just, five, could be just 50 ببخشید just 50 to 100 words often used with school work کامپوزیشن به یک متنی میگن که معمولا 50 تا 100 کلمه است و معمولا برای مدرسه استفاده میشه یه چیزی می نویسید شما برای مدرسهتون یا دانشگاهتون حتی ولی خیلی کوتاه معمولا یه دونه یا دوتا پاراگرافه پاراگراف essay longer than a composition more serious hundreds or thousands of words essay هست که حالا ما بهش میگیم مقاله و یه کامپوزیشن بزرگه مطلبش هم جدی تره مسئله جدیه مثل همین چیزی که مثلا برای آیلز می رویسید. بین س... ب... معمولا بین 150 200 کلمه به بالا تا چند هزار کلمه میتونه باشه assignment assignment چیه a long essay often part of a course usually thousands of words یعنی assignment وقتی بهتون میدن یک مقاله بلندی است که برای یک دوره ای شما می نویسید مثلا رفتید چه میدونم دانشگاه مثلا رشتهتون نرم افزاره یک دوره برنامه نویسی خوندید مثلا شما برنامه‌نویسی شیگرا خوندید و حالا باید یک مطلبی در موردش بنویسید این معمولا چند هزار کلمه میشه Project پراجکت هم همون پروژه است دیگه میبینید واسه این میگم مثلا ما تو فارسی ساینمنت هم تقریبا پروژه در نظر میگیریم پراجکت هم همین ولی اینا در دنیای انگلیسی زبان متفاوته project like an assignment but emphasis on a student's own material and topic خب مشخصه دیگه پروژه است پروژه مال خودتونه و روی موضوع خودتون کار میکنید مثل همون اساینمنت ولی تمرکزش روی کار شماست نه مثلا کورسی که خوندید بعدی پورتفولیو پورتفولیو که مثلا توی وبسایت هم زیاد میبینید a collection of individual pieces of work یعنی در واقع اون کارهایی که یه نفر انجام داده آثار تولیدی و مواردی از این دست may include drawings and other examples of creative work as well as writing خب این یکی از معانی پورتفولیو دیگه مثلا در دنیای سرمایه گذاری اگر پورتفولیو یعنی سهام هایی که دارید جاهای مختلف معانی مختلف میده در آکادمیک رایتینگ در واقع به اون مثلا مقالاتی که شما نوشتید کارهایی که کردید توی وبسایتتون توی وبلاگتون میذارید معمولا بعدی دیستیشن دیستیشن به این دقت کنید A long research based work Perhaps 10 to 15000 words For a degree or a diploma. یعنی برای یک دیپلومی و یا یک مدرک همون پایان نامه میتونه باشه مشابهه و آخری thesis که همون تز هست که برای دکترا معمولا استفاده میکنیم A very long original research based work Perhaps 80 to 100,000 words در واقع کتابیست دیگه For a higher degree پس اینا رو ما در اکادمیک رایتینگ داریم یه پاراگرافی هم اینجا داریم که توضیحات جالبی داره غیر از زبانش به اصل قضیه هم یه دقت بکنیم میگه It's a good idea to start with a mind map when preparing an essay mind map میدونید چیه دیگه یه برنامه ای هست به حالا که اینو گفتم اگه خواستید با مایند مپ فکر میکنید یاد میگیرید یه اپلیکیشنی هست به اسم اکس مایند بی در این زمینه من خودم هیچ وقت مایند مپ نتونستم انجام بدم نمیدونم چرا برام سخت بود درست متوجه نمیشدم اما کسایی رو میشناسم که مایند مپ مثلا روش خوبیه براشون و مایند مپ هاشون آدم میبینه کیف میکنه انقدر جالبه اگر فکر میکنید که ماین مپ یاد میگیرید این اپ فوق است برای این کار من خیلی یاری دیدم با این اپ کار میکنن و بی‌نظیر کارشون در ادامه داریم که always write a first draft draft یا draft ای... والا ما تو فارسی بهش میگیم چک نویس before writing up the final version writing up این اپی که در ادامه شما داره رو اگه تو درسای قبلی همین دوره باشه تو بخش فریز و با گفتیم یعنی کامل اینجا اگه بخواید بگید رایتینگ آپ یعنی نوشتن کامل مطلبتون Your essay should be all your own work Plagiarism is a very serious offense in colleges and universities به این دقت کنید نه نف... فقط کلمش به کل مفهومش بسیار مفهوم مهمیه Your essay should be all Your own work باید کار خودتون باشه Plagiarism سرقت ادبی است سرقت از ببینید سرقت فقط کلمات نیست اگه مفهوم رو از کسی هم بگیرید و ذکرش نکنید هم plagiarism میشه یعنی نه فقط کلام طرف رو بگیرید بلکه مفهوم رو بگیرید حتی یه جور دیگه هم بنویسید پرافریزش کنید اما معلوم بشه و شما رفرنس نداده باشید به اون طرف پلیجیریزمه و بسیار هم زشته حالا خارج از اینکه حالا نمره و اینا بهتون نمیدن خیلی هم زشته یعنی اصلا یه حالت دقیقا هم حالت دزدی داره اونجوری نگاه میکنن It is an increasing problem because it is so easy to cut and paste from materials available on the internet. به این دلیل پس خیلی رایت شده. And students have to sign a plagiarism form to say that the work they are handling in is all their and that they acknowledge any sources they have used. Acknowledge, باید نام ببرید. یه نکته بگم شما دکتراتون رو میدید یعنی تزتون رو میدید دکتراتون رو میگیرید. میرید. مدرکتون هم گرفتید سه سال ازش گذشته. گندش دارد که یه جش پلیجیوریزم بوده دکتراتون رو پس میگیرم. آره اینه ده نظر داشته باشید سه سال که چرز کنم ده سال هم ازش بگذره معلوم شه ازتون پس میگیرم به خصوص دانشگاه های معتبر سر این قضیه با هیچ کس شوخی ندارن یعنی شما میبینید یک استادی داشتیم دیگه فکر کنم در دانشگاه هاروارد بود چند سال پیش نفر یه همچین اتفاقی براش پیش اومد اون دانشگاه برای حفظ اعتبار خودش سخت از هر آدمیه یه جوری بهتون سخت میگیرن اگر میخواید برید درس بخونید بدونید یه جوری بهتون سخت میگیرن که اصلا فکر این کارا رو نکنید و حالا اگر خیلی زرنگ باشید اینجوری هم نیست که مدرک گرفتید از سرتون گذشت ده سال دیگه که گندش دراد میان مدرک رو میگیرن به اضافه آبروتون همه با هم <laughs> در داریم که There is usually a deadline After the essay is submitted Submitted یعنی ارسال شده تحویل داده شده It will be assessed بررسی میشه به قول معروف که نمره بهش بدن and usually you can get feedback خب اینایی که نگفتم یعنی واضحه هرچند اینا رو هم نباید میگفتم ولی یه اشاره کوچیکی فقط میکنم دیگه برای اینکه رشته کلام دستون در بخش آخر میگه aspects of higher academic study جنبه های مختلفی هست آموزش عالی رو ببینیم چه جوری بخونیم خب توی اینجا که به نظر میاد بخشی از سایت دانشگاه نوشته University academics carry out research. To carry out research. با فعل دو هم میتونید بگید. چند تا فعل دیگه هم داره که توی دوره اکادمیک. دوره لغات اکادمیک اونجا میتونید دانش اینو کامل کنید. And are expected to read academic journals. Which publish papers or articles on specialized subjects. تو ایران اتمالا اینو با مفهوم ISI آی میشناسید. If a library does not have a copy of a book or journal, you may be able to access it online, or you can usually get it through an interlibrary loan. Interlibrary loan. Open educational resources are particularly convenient for many students. Open Educational Resources این مفهوم در دنیای غرب یواش در شایع میشه به لطف یک نابغه ای به اسم آقای ارن سوارتز اگر اسمش رو درست نوشته باشم یادم نمیاد مطمئن نیستم که این اسم درسته یا نه اسمش که همینه ارن سوارت ولی اه اه چیزشو سپلینگشو مطمئن نیستم تو ایران به شوارتس هم معروفه آقای ارن شوارتس یه نابغه ای بود سایت ردیت رو که میبینید یکی از بنیانگذاران اولیه‌اش ایشون بود و بعدها تبدیل شد به یک هکری که سایت های دانشگاه ها رو هک میکرد و دیتای های دانشگاه ها رو در اختیار همه میذاشت و ایدهش این بود که چرا مثلا یه آدم فقیری در هند نباید به یه همچین دیتای دسترسی داشته باشه البته که سرنوشت بعدی داشت ایشون یه البته گفته میشه که در نیویورک خودکشی کرد ولی خیلی هم میگن که به خاطر هاش شاید به قتل رسید یا به سمتی رفت که خودکشی بکنه اما از بعد از ایشون تا قبلش هم دانشگاه ها شعر میکردن ولی خیلی کم از بعد از ایشون بحث خیلی بالا گرفت بعد از مرگش که تو جوونی هم مرد نمیدونم دقیقا چقدر 25-6 سالگی یا همچی حدودایی و بحثش خیلی بالا گرفت و دانشگاه ها یکی یکی اومدن کورساشون رو آنلاین گذاشتن الان سایت هایی مثل ادکس مثل کورس ارا و خیلی از سایت های دیگه و سایت های خود دانشگاه ها. شما میتونید برید همون درسی که داره مثلا در دانشگاه هاروارد تدریس میشه رو بگیرید یا رو سایت خود هاروارد هست کمبریج و آکسفورد هم این کار رو دارن میکنن سوربن در فرانسه این کارو میکنه دانشگاه MIT میکنه دانشگاه کلتک میکنه و خیلی از دانشگاه های معتبر دنیا دارن این کار دیگه انجام میدن در واقع دیتا رو شیر میکنن فقط برای خودشون نگه نمیدارن که بگن ما چه دانشگاه خفنی هستیم و به لطف ایشون بود Academic study can be very demanding and some students drop out. drop out میرن بیرون جا میزنن ول میکنن but the majority survive till finals and become well qualified members of their future professions خب تقریبا از توی کانتکست معنی همه اینا رو میفهمید چون کمبریج هم بالاخره میدونه دیگه قراره که شما در کانتکست یاد بگیری نه اینکه مدام برید توی دیکشنری ولی هر که نمیفهمید برید توی دیکشنری چک کنید سیستم درست کردن رو فراموش نکنید ابزارها از اپ ها از هوش مصنوعی هر چیزی که میتونید کمک بگیرید از این آقای تیاگو فورتی و این دوتا تا اپلیکیشن فوق العاده نوشن و انکی کمک بگیرید زندگیتون رو متحول میکنند نه فقط آموزشتون منم ادبل بعدها حتما در مورد اینا و تجارب خودم ویدیو خواهم ساخت ولی شما هم مطالعه کنید تمرینای درسم که سر جاش دیگه فراموش نکنید سوالی اگر بود در کامنت ها مطرح کنید در خدمتم تا جلسه بعد